السلام در این فراخبر؟ گفتگو در کابل، نگرانی در مسکو، واشنگتن برائت داد، ادعاها درباره حضور گروه های حراس افغان در خاک افغانستان چقدر واقع بینانه است. دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی ادعا میکند که خطر گسترش حراس افغانی، افراد گرایی، قاچاق مواد مخدر و قاچاق غیر قانونی جنگ افزارها از افغانستان همچنان وجود دارد. همزمان شورای امنیت ملی کاخ سفید میگوید هیچ نوع تجهیزات نظامی و سلاح های امریکایی در افغانستان باقی نمانده. در همین حال امیرخان متقی در دیدار با نماینده ویژه روسیه گفته هر کشوری که با امارت اسلامی مشکل داشته باشند می توانند از طریق روابط دو جانبه آن را در میان بگذارند. آیا واقعا تهدید حراس افغانی از خاک افغانستان و کشورهای دیگر وجود دارد؟ روسیه و متحدانش نگران چیست؟ و در نهایت آیا مسئله تروریسم آله برای فشار سیاسی است یا حقیقت انکار ناپذیر؟ اینها و بیشتر در فراخبر. من شمسمانی هستم و مهمانان فراخبر آقایان یوسف امین زازه آگاه مسائل نظامی اینجا در استودیو و آقای واحد فقیری آگاه روابط بین الملل از طریق اسکایپ وصل هستند. مهمانان بسیار زیاد خوش آمدین. و بس آقای زازه اگر با شما آغاز بکنیم، پاکستان قبلا میگفت که تی تی پی در خاک افغانستان است و از خاک افغانستان علیه اینها کار گرفته میشه، اما چرا این روزها نگرانی کشورهای آسیای مرکزی به خصوص روسیه از تهدیدهای حراس افغان از خاک افغانستان بیشتر شده؟ ببینین، اول خو مسائل تروریسم، ترهگری، نه افغان ها تروریست بودن، نه افغان ترهگر هستک و نه تروریسم ما میتونیم تمویل کنیم، تجهیز کنیم. 45 سال گذشته ای ثابت شده که تمویل کننده تروریسم، تجهیز کننده تروریسم ای کشورهای منطقه و جهان بوده. اصلا از بهانه تروریسم و ترهگری و چیزا یا استفاده دیگر را میکنن، یعنی به اصطلاح خود هم بازی میتن و جهان هم بازی میتن، مردم های خود زیادتر بازی میتن. کی؟ همین کشورهایی که صدای تروریسم میکنن. چرا؟ به خاطر که اصلا اگر بگوین که تروریسم خودشون تقویه میکنن، خودشون تمویل میکنن که ما اسناد کاملا داریم مردم افغانستان، و افغانستان هیچ وقت جایگاه توریسم نبوده، پایگاه توریسم نبودن، نه امکانات داریم، نه ظرفیت داریم، نه منابع داریم. و جنگ افغانستان و منطقه را خصوصا کشورهای عربی مثلا سوریه و عراق و یمن و لیبیا، و حالتی که مثلا در چند سال اخیر خراب شدن، عملاتی که بالایشان صورت گرفت و کشورهایشان نابود شد، تمام زیربناهایشان نابود کردن، دلایلشان همی بود که سلاح‌های ذروی و هسته‌ای دارن، تروریسم تقویه میکنن، فلان و فلان و فلان. بله. به این بهانه اونا داخل کشورها شدن و اشغال صورت گرفت و مردم کشته شد. بله. اینالی... یک بحث تجهیز است که بحث همکاری با گروه های حراس افغان است. بله. که بحث لانه امن. بله. ظاهرا از حرفی که گفته میشه در مورد تروریسم در خاک افغانستان این برداشت وجود داره که یعنی گروه های حراس افغان در افغانستان هستند، فعال هستند و امارت اسلامی در برابر اینها هنوز هیچ کاری نکرده. پاکستان پیش از این بحث تی تی پی را مطرح میکرد که هنوز هم مطرح میکنه، ولی حالا مسکو و کشورهای آسیای مرکزی، اینها فکر میکنین واقعا نگران حراس افغانی و تهدیدهای از این ناحیه است یا این یک فشار سیاسی ممکن باشه؟ گوری دغه تروریسم ترهگری چې دوی وایي چې په افغانستان کې اوس ځالی دي، دا د کوم ځای نه راغلي؟ دا راغلي د کوم ځینه دي؟ سفیر روسیه برای تاجکستان میگه در میان انبوهی از مهاجرین که از پاکستان اخراج میشه در شمال افغانستان ممکن است گروه های حراس افغان. نه دا پلمی دی. گروه های حراس افغان. نه 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 دا پلمی دی. خود د پاکستان ناراضی اوس مهاجرین ته بل پلمه جوړه کړله. فکر دا مهاجرین ته بل ستونزه پیدا، دوی مونته ستونزه جوړی.
د ماجرینو دلته ماجر سبتیږي دلته ماجرین پلو کلو باندو تستنیږي د داسې نه ده دا یوه پروسه ده تاسې کولی شئ چې هغه نه نظارت وکړئ پوښتنه وکړئ تاسې خپله لاړې هلته م په لیدلي دي هر شی مو لیدلي دي نو داسې نشي کولی چې تروریزم دلته راشي د ما په کلي ما په کلي بانډو کې زه چې ما کوڅه کې څوک راشي زه پیژنم ما کلي ته چې څوک راشي نابلده سړی زه پیژنم هغه دا یوه پلمه ده ولې دوی دا نه وایي چې په ټول د دغه پنځه څلوېښتو پنځوسو کالو کې همدغه روسیه مثلا زه تاسو ته وایم دغه روسیې دلته ډلو ټپل ته اصلحې نه ورکولې دغو روسانو تاجکستاني اتباعو ته د اویم کال یو اویم کال تر څو کاله چې د دې مجاهدینو حکومت و هغو ته پاسپورټونه ورکول هغو جنګیالي به راتلل دلته دوی به رالیږل دلته به جګړه کوله په افغانستان کې دوی به هغو ته مهمات دوی به هغو ته تسلیحات دوی به هر شی ورکول همدغه پوتین خپله واضح ویلي دي واضح ویلي چې زه ټلوالې ته شمالي ټلوالې ته چې د طالبانو په وړاندې جنګېدل زه وسلې ورکوم نور یې هم ورکوم که نه اوس څنګه منکره ده بله خبره دا ده پاکستان آی اس آی د پاکستان نظامیان دوی خپله اقرار کوي چې ډیر زره افراد د ټول مختلف هیوادونه د جهاد په نامه چې د شوروي اتحاد سره یې عساکر سره جهاد و پاکستان کې ژوند کړی ده اوس د پاکستانه پوښتنه وشي چې دغه ډیر زره افراد څه شول بیرته کورو ته هم نه دي لاړ هیوادو ته هم نه دي ستانه شوي دلته یې اوس بچي زېږولې دي وادونه یې کړي دي شناختی کارتونه ورکړی دي حتی افغانی تذکری ورکړل شوې دي دوی ته بسیار تشکر سپاسگزار شما آقای فقیری در حالی که بارها امارت اسلامی گفته هیچ تهدید از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری نیست و اجازه هم نمیت از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر کار گرفته شود ولی چرا باز هم انتقاد و نگرانی و چرا به این حرف و موقف حکومت سرپرست اعتماد نمیشه تشکر رحمانی صاحب تاسو ته شاغلی ځاځي صاحب ته او ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه فکر کوم چې د دغه بې باوري او د دغه چې څوک پر طالبانو باندې دغه نه کوي اعتماد نه کوي زه فکر کوم چې د دې اصلي سبب خپله طالبان دي د طالبانو منفي پالیسۍ دي چې افغانستان یې منځوي کړی دي افغانستان په جهانی ټولنه کې کوم استازی نه لري چې د افغانستان د منافعو څخه دفاع وکړي او د طالبانو منفی پالیسیو جهان د افغانانو او د افغانستان څخه په کل کې خواشینی کړی وي او دغه سبب هم ګرځي چې په منطقه کې هغه خلک چې غواړي د دغه فرصت څخه استفاده وکړي لکه پاکستان لکه نور چې غواړي د خپلو بې امنیو پرا پر یو چا واچوي د خپل بی امنیو او بی کفایتۍ او ملامتۍ پر یو چا واچوي هغه ډیر ښه ځای افغانستان دی چې منځوي هم دی نو لهذا دا خلک غواړي چې دغه څخه استفاده وکړي او افغانستان په تور لیست کې هغه سه هم شامل دی ملګری ملتونه هم وایي جهانیان هم وایي چې په خوا هم تروریستان و او سمستا د او ټی ټی پی او د دې سره خپل طالبان وایي چې دی لایق لري و ټي ټي پي تر دا ته پاکستانی هیات راغی چې ټي ټي پي او د طالبانو په منځګړیتوب د هغوی ترمنځ خبرې وسي یعنی دغسې دا شرایط زه فکر کوم چې په خپلو د طالبانو غلطو پالیسیو دغه شرایط برابر کړي دي چې افغانان په دغه تور ونمول سي چې د تروریستان موجودي که چیرې امارات ولی اگر اعتماد نمیکنه آقای فقیری کشورهای دیگر وقتی امارات اسلام میگه از خاک افغانستان کار گرفته نمیشه ولی اونها باز هم نگرانی هایشان را در رسانه ها و در اعلامیه ها و در تریبیون هایی که در اختیارشان قرار میگیره بیان میکنه ولی شما باور دارین که روسیه واقعا نگران باشه کشورهای آسیای مرکزی واقعا نگران باشه وقتی یک چنین چیزهایی را مطرح میکنه با توجه به واقعیت های داخل افغانستان در روسیه په برخه کې باید وایي مامانی صاحب چې در روسیه تون او لحن په دې څو میاشتو کې تغییر کړی دی د طالبانو
برخه کې منفی سوی دی. تاسې به هم د تاجکستان غونډه په یاد وي، هم د مسکو چې مخالفین را غوښتي. دغه مسکو داسې فکر کاوه په اول سر کې، په اول وختو کې مسکو داسې فکر کاوه چې طالبان به ضد امریکایی موقف ونیسي، د امریکا هغه جنایت چې په افغانستان کې کړی دی هغه به راپورته کړي، او هغه به ووایي چې شیطان یې بزرګ و او مرګ پر امریکا. دغه شعارونه به ورکړي، او د دغه څخه به روسیه د امریکې په تورولو کې، امریکې په لا منفي دغه کې اشکاره کولو کې ګټه واخلي. طالبانو ته به هم دغه ورکړي یو څه ارزانه تیل به ورکړي، یو څه غنم به ورکړي، او طالبان به دغه ضد امریکایي تبلیغات لا دغه کې زور به ورکړي، کش به ورکړي. طالبان به دا ادعا وکړي چې دلته امریکې ډېر جنایت کړي دي، او امریکا باید دغه جنایي محکمې ته، بینالمللي محکمې ته کش سي. مګر اوس په مسکو کې دا طرز تفکر حاکم سوی دی چې نه، طالبان په منطقه کې د امریکایانو په چوکیدارانو تبدیل سوي دي. امریکا البته د بایدن حکومت طالبانو ته پیسې ورکوي، او طالبان هم نه غواړي چې امریکایي ضد موقف ونیسي. طالبان به ساده وي د خلکو په نزد، ملایان به وي، ساده به وي، مګر دونی ساده هم نه دي چې دوی د امریکې پر ضد باندې که څوک چې دوی ته پیسې ورکوي، حلوا ورستوي، چاکلیټ ورستوي، د هغه پر ضد باندې موقف غواړي. ولی میبینیم که ضمیر کابلوف خب ضمیر کابلوف آمده به کابل در دیدار کرده با سرپرست وزارت خارجه، و در او دیدار در مورد تقویت روابط سیاسی و مسائل دیگر گفتگوهای انجام شده. زه فکر کوم چې د کابلوف راتک په کابل ته یو اصلي هدف دا دی چې هغه دوی غونډې چې د تاجکستان او د روس مسکو کې وې، د هغه په ارتباط ښاغلي متقی ته ځینې معلومات ورکړي، او هغه صدمه چې رسېدلې ده د دغو دوو غونډو د لبابته، هغه د مسکو او د طالبانو و بې اعتمادي ایجاد سوې ده، هغه یو څه ترمیم کړي. زه فکر کوم چې د کابلوف سفر کابل ته د ترمیم دپاره دی، د دغه هغه صدمه چې راغلې وه د هغه د رامهارولو دپاره دی. زه فکر نه کوم چې مسکو دې ته حاضر سي چې نور دې په طالبانو باندې اعتماد وکړي. بسیار تشکر، سپاسگزارم آقای زازای. شما باور دارین که نگرانی را که مطرح میکنه کشورهای آسیای مرکزی و در رأسش روسیه واقع بینانه باشه، یا نه ممکن است که بازی های کلان خودشان را به پیش ببره؟ مثلا قبلا روسیه هم گفته بود که امریکا قصدا تجهیزات پیشرفتشان در افغانستان جا گذاشته تا گروه های نیابتی اینها علیه کشورهای مخالف امریکا در منطقه استفاده بکنه، اما امروز یک بار دیگر کاخ سفید گفته که هیچ سلاح و تجهیزات امریکا در افغانستان باقی نمانده. از قرائن حداقل حرف کی میشه باور کرد؟ آیا سلاح امریکایی در افغانستان باقی نمانده، یا ای که آنچه روسیه نگرانی میکنه که سلاح های امریکایی و جا مانده و ممکن است در دست گروه های نیابتی امریکا بیفته؟ چیزی که میگن حقیقت ندارند. این بیانات و اظهاراتشان بسیار بی‌شرمانه است. ببینین هیچ کشوری مسئولیت از این نمیگیره که ما در افغانستان جنایت کردیم. بله. سوالی بسیار مهم برای مردم افغانستان هم همی است که از یک طرف از مسائل بشر صحبت میکنین، حقوق بشر صحبت میکنین، صلح و امنیت و این صحبت میکنین، از طرف دیگه که او را نمیپذیرین، که ما میگیم که جگای توریسم در افغانستان نیست، نمیپذیرین. ما برتون نشان میدیم که در کجاست. ما برتون میگیم که سلاح‌ها و تجهیزاتی که به گروه ها داده میشه کی میده، واضح صحبت میکنیم، مستند میگیم، پذیرفته نمیشه. کی صحبت میکنه؟ مردم افغانستان میدانن. بله. کی است؟ همی کشورهایی که صدای توریسم بلند میکنن خودشان حمایت میکنن. بله. امریکا، انگلیس، امریکا، روسیه. روسیه میگه داعش در افغانستان از سوی امریکا. بله. روسیه میگه امریکا داعش را حمایت میکنه. درست است پس؟ 45 سال پیش کی را حمایت میکرد؟ جنگ افغانستان خواست فعلا نیست. یکی طالب چرا حضور پیدا کرد؟ پس سببش چی بوده؟ سبب از چی بوده؟ من یک چیز بگویم که
اینا رقابت های جهان هستن که تا بالا نمیخواین به حقیقت ها گوش بگیرن. یک سوال دارم. بله. وقتی که شما شکایت از داعش دارین دیگه دارین، خیلی مردم افغانستان اندمی 45 سال کی کشت؟ اساکر روسیه در افغانستان چی میکرد شوروی؟ چی میکرد؟ به خاطر چی آمده بودن؟ امریکا و ناتو به خاطر چی آمده بودن؟ یک طرف قضیه. بله. دیگه طرف قضیه که ما میگیم که اشغال بود. یعنی روس اشغال کرد، یعنی روس دشمنی ما بود. امریکا اشغال کرد، امریکا دشمنی ماست. پس این دوستی ها با اشغالگران به دشمن ها چی معنا داره؟ چی معنا داره؟ چی معنا داره؟ من نمیفهم. ما خب فقط غیر از اینکه کشته شدیم، غیر از اینکه تباه شدیم، کشور خود از دست دادیم، آبرو، حیثیت، هر چیز خود از دست دادیم و به میلیون ها شهید، به میلیون ها یتیم، بیوه، کشور ویران، اقتصاد صفر، تحصیل نه، تعلیم نه، پیشرفت نه، این حقیقت. ولی خود جن خود نبود نه که آمد هم جن بمبارد کرد هم جن آمد. ولی ما از همین حکومتدارای کلشان پرسان میکنیم برادر، همین که ما و خودتان، فرزندان ما، اولادای ما، خانما و خوار و مادر، هر چیز ما از بین رفت، ما رو کی کشته خیلی؟ بله. اگر حامی تروریسم خود همی کشور هاست، روسیه هست، امریکا هست، تروریسم چگونه باید برخورد شوه با اینا؟ چگونه برخورد شوه با اینا؟ اینا شرم ندارن، اینا اصلا شرم ندارن. ما برشون با امی سلاح ها از کی هست؟ اینا جناب منکر است که ما سلاح های که در افغانستان اعلان کردیم. خیلی سلاح ها از کی هست بگو؟ در می افغانستان که فعلا هست؟ امی که از کی هست؟ از کدام کشور است؟ عجیب نیست؟ بیاره بشن بگردانیم نمی قلوردوها نه جهادم و نه شهر و بازار و امی از کی هست؟ مربوط کی میشه؟ چرا مانده نیست؟ بله خب برای یک دولت ماند، کی داده بوده مثلا را حضور خود امریکا کی بود؟ خب در کدام ولایت بود که زیر خاک هم یک تیره را کشید؟ خیلی از کی بود؟ جنده را چی کده بود؟ زیر خاک ساخته بود؟ یک قدر بیشرمانه امی دنیا و جهان و منطقه در مسئله افغانستان بازی میکنه. بسیار تشکر، سپاسگزار شما. آقای فقیری، اگر از نام تروریسم و هراس افغانی استفاده شود از سوی کشورهای کلان که اهداف را دنبال میکنند، آیا ممکن است پس از سالها افغانستان دیگر نامش از کنار تروریسم حذف شود؟ چون آنچه آقای زازه اشاره داشت، مردم افغانستان زیر نام تروریسم و تروریست سالهاست که قربانی داده و در نهایت نتیجهش این است که افغانستان در وضعیت فعلی قرار داره. بله، افغانستان کولای سی چې د معقول پالیسی پر اساس باندې د دغه تورونو څخه خلاص سي، یو مشروع همه شموله حکومت جوړ سي، د خلکو د ښځو د میرمنو حقوق ته احترام وسي، او افغانستان کوشش وکړي چې دغه لوبو څخه ځان لیرې وساتي او په خپل وطن کې اصلاحات راولی. زه فکر کوم که چیرې په افغانستان کې یو مشروع حکومت ایجاد سي، یو معقول حکومت، داسې حکومت چې هم د خپلو خلکو سره مشترکه ژبه ولري، هم د جهانیانو سره مشترکه ژبه ولري، زه فکر کوم چې د دغو تورونو څخه خلاصېږي. ولې اگر نگذارند آقای فقیری، در 20 سال جمهوریت شما فکر میکنین مشکل چی بود؟ زه فکر کوم په جمهوریت کې هم مشکل په موږ کې و، په افغانانو کې و، د جمهوریت مشرانو نه بین المللی اوضاع صحیح در کولای سوای او نه هم د طالبانو اوسنۍ حاکمیت بین المللی وضع صحیح در کولای سي. لهذا په دغه وخت هر وخت د یوه فوله څخه بل فول ته ورمنډه کوي، همیشه په فول کې دي، همیشه فولونه کوي. افغانان همیشه په بین المللی مسابقاتو کې فولونه وهي، د دې پر ځای چې خپل ځان باندې حاکمیت ولري، په خپل ځان کې اصلاحات راولي او د خلکو خوله خپل ځان ته خلاصه نه کړي، د دې پر ځای چې هغه وکړي دوی نور هم فولونه کوي، نور هم خلک په ځان پسې راپاروي. موږ افغانان روشنفکران او هغه خلک چې په دې مسایل کې فکر کوي باید اول خپل ځان کې وګورو، په خپل ګریوان کې وګورو. موږ باید خپل ځان اصلاح کړو. موږ نه شو کولای اماني صاحب چې موږ د واشنګټن، د مسکو، د بیجنګ پالیسي وربدله کړو. دا زموږ د قدرت وتلې ده، دا زموږ د توانه وتلې ده، دا یو خوب دی، یو خیال دی. څه چې موږ کولای سو اماني صاحب، هغه دغه دی چې موږ په خپل ځان کې اصلاحات راولو.
موږ پر خپل ځان باندې کنټرول لرو، پر خپل حکومت په ار کې چې څوک ناستې پر هغه باندې کنټرول لرو، پر هغه باندې باید موږ کار وکړو. موږ د دې پر ځای چې پر خپل ځان انتقاد وکړو، موږ عموما خارجان ملامتو، دوی داسې وکړه، دوی هغسې وکړله، هغه هیڅ مشکل نسي حلولی. بسیار تشکر، سپاسگزارم آقای ساز. مردم افغانستان در میان دود و بارود کلان شده، دو سال و چند ماه است که حداقل جنگ رو در رو در داخل افغانستان وجود نداره. بسیاری ها این را یک دوره طلایی میدانه که میتونه افغانستان را ببره به سوی ثبات، ولی با توجه به آنچه این نگرانی ها حالا مطرح میشه، شما فکر میکنین این نشانه های بد است برای آینده افغانستان یا میره افغانستان به سوی یک ثبات؟ فقیر صد بخنه غواړم بیا سلام احترامات یادم یو تل ډیر خو مسائل ته اشاره وکړه. بله ډیر مسائل مون سره لري خپل د افغانستان خلکو په سي هم دوه ډیر ښه فرصت مسائل ده. جګړه نشته، خلک نه وژل کیږي، د لاسته راوړنې دي، انکشافی پروژه هغه دی کار په شروع ده، بهبود خواته روان ده، انشاءالله اقتصاد به هم ښه شي، مګم دا صرف کفایت نه کوي. هغه مسایل چې یعنی د امارت اسلامي واکداران یا د موږ طالبان ورونه دا کولی شي چې 45 کلنې غمیزې ته ټولو ته دوی پای ټکې کیږدي، دوی باید د زغم نه کار واخلي او دوی باید خپل ولس را خپل کړي، دوی باید افغانان را خپل کړي، دوی باید هغه کوم مجاز چې دوی ده، بعضې دوستان خپل مجاز چلوي که نه، نو دوی باید یو قانون ته لاړ شي، یو سیستم باید ایجاد کړي، افغانانو ته ډیر شفاف ډیر واضح سیاست باید وسرو کړي، کورنۍ سیاست باید موږ ولرو، بهرنۍ سیاست باید ولرو، افغانانو ته چې ډېر په بد او بېاعتمادۍ کې لوی شوي دي اعتماد یې باید. خب اینها همیشه آرزو میشه که ما چنین داشته باشیم، چنین داشته باشیم، ولی چطور میشه قدم ها را برداشت؟ دا عملی باید شي، قدمونه عملی که نه گذاشته نشده قدم در این مسیر. تر اوسه خو ما کومې خبرې چې زه کوم هغه لاسته راوړنې خو عملي هغه د ټول مسایل ګورو که نه، د جنایتکاران، غاصبین، مجرمین، قاتلین، نو دا ورک شوي دي، زورواکې ورک شوي دي، امنیت شته ده، او بل مثلا پروژې دي کار په شروع ده، حسابدهي دا ډېره مهمه ده، باید ویکو، باید دوی ولس ته حساب وتشکر. مثلا زه ستاسو له واضح ده سو هر افغان، هر ماشوم وي که زوړ وي که ښځه وي که نارینه وي که سپینګیری وي، دا باید پوه شوي چې نن ورځ تېره شوه، څه وشول، سبا ته څه کېږي، بله ورځ، بله ورځ، بله ورځ، دغسې برنامه باید ورته جوړه شي چې ورونو موږ هدف هغه ده او هغه هدف ته مثلا 15 کاله بعد رسیږو، څه رقم رسیږو، په دغه شکل نن دا کوو، سبا دا کوو، سبا کوو، دا کوو، کوو، حساب دې باید وسي. او بله خبره دا ده چې طالبان ورونه مونگ بعض مسائل زه اورم چې مونږ اصلاحاتو ته ځو، مونږ اصلاحات راولي، نه، اما نظر دا ده اصلاح خلق راولي، اصلاح معلم راولي، اصلاح مولوی راولي، اصلاح عالم دین راولي، اصلاح انجینیر راولي، اصلاح ډاکټر راولي. زه نشم کولی دومره صبر وکم چې یو بې اصلاح سړی چې اصلاح نه وي 40 کاله نور صبر وکم چې دا اصلاح کیږي. بسیار تشکر، سپاسگزار. شما خواهی فقیر یک دقیقه وقت داریم. شما باور دارین که هنوز هم رقابت ها میان رقابت کشورهای بزرگ در داخل افغانستان جریان داشته باشه یا نه دیگر افغانستان برایشان مهم نیست؟ زه فکر کوم چې رقابت نسته، ډیر همکاری د دوی ترمنځ په افغانستان کې د ټولو ګټې مشترکې دي، خصوصا د لویو قدرتونو، او موږ باید دغه ټکی درک کړو. تر اوسه پورې نه طالبانو دا درک کړی دي او نه هم زیاتره افغانانو دغه مهم ټکی درک کړی دي چې په افغانستان کې د لویو قدرتونو ګټې موازي حرکت سره کوي، او دا یو طلایي چانس دی افغانانو ته چې دغه څخه باید استفاده وکړي. افغانانو ته بل څوک بد نیت نه لري، افغانستان زموږ خپلو مشرانو خراب کړی دي، هر څوک چې پارکې ناست دي اول هغوی افغانستان ته ضرر رسولی دي، او موږ افغانان باید د خپلو مشرانو گریوان ونیسو، پر خپلو مشرانو باندې انتقاد وکړو چې دوی دي چې دغه طلایي چانسونه سوځي او افغانان د یوه آفت څخه و بل آفت ور ټېله کوي. لهذا زه فکر کوم چې د لویو قدرتونو ګټې په افغانستان کې موازی حرکت. بسیار تشکر آقای واحد فقیری، آگاه روابط بین الملل، و آقای یوسف. فرصت ما تمام است. ولس خو کارونه تی خو کارونه استقبالی کی باید استقبالی کی بعدو کارونه سر اشتباهات باید ولس غاق ولری
چه اونو دا کار غلط ده دا پدغ وکی دا پدغ وکی دا دیدی واد بقا دی پاره دا دیدی دین بقا دی پاره سپاسگزار شما و سپاسگزار بیننده ها وقت بخیر.